بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. شهر سامرا همزمان با سالگرد شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تشییع نمادین با حضور گسترده مردم شهر و زائران حرمین امامین عسکریین مراسم با شکوهی را برگزار کرد. شایان ذکر است این مراسم از خانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف آغاز شد. گفتنی سعزاداران ضمن همراهی با تابوت نمادین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ضمن سردادن شعارهای حزن و اندوه در غم از دست دادن پیامبر بزرگشان عبارت وا محمدا را سردادند. شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرهای کشور استرالیا به ویژه سیدنی و ملبورن به مناسبت سالروز شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اقامه عزاداری پرداختند. در همین راستا مرکز محمدی در شهر سیدنی استرالیا و انجمن حسینی جامعه شیعیان افغانستان در شهر ملبورن مراسم باشکوهی با حضور صدها تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام برپا نمودند. سازمان ملل متحد جزئیات جدیدی از کشتار وحشیانه گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش در عراق موسوم به جنایت اسپایکر را منتشر کرد. در جوان 2014 فاجعه‌ای هولناک در پایگاه هوایی اسپایکر و کاخ ریاست جمهوری صدام در تکریت عراق رخ داد که به عنوان حادثه اسپایکر شناخته می شود. در این واقعه گروه تروریستی داعش هزاران دانشجوی عراقی را که عمدتاً شیعه بودند به طور وحشیانه‌ای به قتل رساندند. این فاجعه یکی از بزرگترین جنایات جنگی در تاریخ معاصر به حساب می آید و یادآور بیرحمی و وحشیگری گروه های تروریستی است. همزمان با سالروز استقلال مالزی، مراسمی با عنوان ساعت قرآن با حضور مقامات داخلی و خارجی این کشور برگزار شد. هدف از این ابتکار تدبر عموم مردم در آیات الهی برای حل چالش‌های پیش روی مسلمانان ذکر شده است. گفتنی است این اقدام با دعوت عموم مردم به تدبر در دو آیه از سوره حجرات و جمعه برگزار شد. و خبری از افغانستان. وزارت عدلیه افغانستان تحت کنترل طالبان روز یکشنبه از توقف فعالیت سه نهاد خیریه، یک اتحادیه و یک مؤسسه خبر داد. این وزارت افزود که در دو ماه گذشته فعالیت 34 نهاد را در شهر کابل بررسی کرده است. طالبان میگوید تعدادی از این نهادها به دلیل نداشتن مجوز رسمی متوقف شدند. اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش اعلام کرده که قصد دارد در همکاری با آلمان مهاجران مجرم افغانستانی را اخراج کند. اتریش پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی اخراج به افغانستان به صورت موردی صورت می‌گیرد. دولت آلمان سه روز پیش 28 پناهجوی مجرم افغانی را از این کشور اخراج و به کابل فرستاد. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که دادگاه عالی این کشور چندین نفر را در شهرهای مختلف به دلیل داشتن ریش بلند مجازات کرده است. حکومت ازبکستان در اکتبر پارسال با تصویب قانون مسئولیت اداری پوشاندن صورت در اماکن عمومی را در صورتی که امکان شناسایی افراد وجود نداشته باشد منع کرد. گذاشتن ریش بلند برای مردان در اماکن عمومی در چند روز گذشته نیز بر اساس همین قانون مجازاتی را در پی داشته است.